در این جلسه در خدمتتون هستیم با بررسی سوالات نهایی فصل فشار و توضیحات قسمت های باقی مونده از فصل فشار در این جلسه سعی کنیم تمام سوالاتی رو که اگر نکته ای دارن از مبحث فشار که به شما در حل مسائل مختلف کمک میکنه و خدمتتون در قالب حل مسائل و تست ها بیان کنید سوال اولی که میبینید اینجا گفته به ما در شکل مقابل دو مایع مخلوط نشدنی A و B به حالت تعادل وجود دارند چگالی مایع B چند برابر چگالی مایع A هست این شکلمونه، این مایه ای که اینجا میبینین جریان داره که بیشتر مایه A و مایه ای که در لولهی سمت چپ این قسمت نشون دادیم مایه بی هستش. ارتفاع مایه بی تا اینجا 10ه، این تیکه رو هم پنج داده و ارتفاع مایه A ای از این نقطه تا سطح مایه ایو به ما داده بیست. نکته که ما باید در نظر بگیریم اینه که ابتدا باید بیایم همون سطح تراز رو در نظر بگیریم که همون دو نقطه بودن که خودمون انتخابشون میکردیم و بایستی این دو تا نقطه رو جوری انتخاب کنیم که در زیر اونها یک مایع جریان داشته باشه نقطه اول سر حد فاصله بین مایع A و B و نقطه دوم روبروی همون نقطه در مایع A هستش خب این دو نقطه قطعا فشار برابری دارن چون همتراز هستن پس میگیم پی نقطه A مساوی پی نقطه B پی نقطه A که برابر رو اچ هستش و پی نقطه B هم رو جی اچ هستش خب مقادیر جی که شتاب گرانش زمینه از دو طرف خط میخوره اینجا ما روی ایو نداریم اما ارتفاع مایه ایو در این نقطه داریم ببینید این نقطه رو که من نشون میدم گفته بود ارتفاع کل این 20 این تیکم 5 چه اینور چه اینور 5 پس از اینجا از نقطه تا سطح مایه میشه 20 منهای این تیکه یعنی 5 که میشه 15 پس رو ای نداریم می نویسیم به جای اچ ای پونزده می زاریم. رو بی هم نداریم که ما می خواهیم نسبت های این دو مقدار رو پیدا کنیم که همون خواسته سؤال سوال از ما هستش اچ بی ارتفاع مایع بی از این نقطه تا سطح به ما داده هجده به جای اچ بی هجده می زاریم. خب حالا چی رو از ما میخواسته؟ خب چگالی مایه بی؟ پس می رو روی بی چند برابر رو ای هست؟ خب پس میگیم رو بی میشه پونزه و جلوی روی بی می نویسیم هجده و پایین که اگر طرف این وسط این کنیم میبینیم میشه هم پونزه تا روی ای مساویس با هجده تا روی بی پس روء بی به رو ای میشه 15 18 که دو تا به سه ساده میشن میشواد 5 ششم پس روء بی میشواد 5 ششم روء ا که گزینه یک جواب صحیح اومده و اونو علامت می زنیم اما بریم سوال بعد سوال دوم گفته که در شکل مقابل چگالی مایع یک برابر است با یک و هشته همه گرم بر سانتی متر مکعب. چند گرم آب با چگالی یک گرم بر سانتی متر مکعب رو در شاخه سمت راست بریزیم تا سطح مایع یک در دو طرف تراز شود. ببینید شکل رو نگاه کنید نکته اولی که باید توجه کنیم به این شکل اینه که دهانه ظرف در سمت چپ از دهانه ظرف در سمت راست کوچکتره این ور سطح مقطع و داده 10 سانتی متر مربع و سمت راست سطح مقطع و داده 20 سانتی متر مربع خب ابتدا مایه یک اینجا بوده سطحش مایه دو اینجا بوده گفته بیم چند گرم آب از مایه آب بریزیم تو این قسمت تا سطح دو مایه برابر بشه خب دقت کنید وقتی که ما اینجا آب میریزیم مایه یکو یه مقدار به سمت زیر حرکت میده و این پر میشه از مایه تا همسد بشه با سمت چپ ظرفمون پس همونجور که تو شکل یک نشون دادم ما یه دو خودش اینجاست یک میاد یه مقدار پایین تر و انقدر آب میریزیم تا برابر بشه سطح همون. حالا چیو از ما میخواد؟ مقدار گرم آبو میخواد پس آبو بعد به دست بیاریم اونم بر حسب گرم خب ببینید ما نه چگالی مایه یکو داریم چگالیه لیه ببخشید ما یک داریم چون ما یک آبه که میخوایم بهش اضافه کنیم بازم آب اما چگالی مایه دو نداریمش پس باید چگالی مایه دو رو که نداریم ابتدا حساب کنیم خب ما میاییم نسبت ها رو می نویسیم میشه رو یک اچ یک مساوی رو دو اچ دو که میشن همون نقاط قرمز در شکل بالا که در نظرشون گرفتیم که همتراز هستند. خب رو یک روی یکمون چیه؟ یک و هشت دهم گرم خودش چگالیشو داده گفته یه مایه ایه چگالیش یک و هشت دهمه ضربه در اچ چنده؟ ببینید اچ ارتفاع اچ میشه می این نقطه یکه درسته؟ از اینجا تا اینجا سیه از اینجا تا اینجا بیسته یعنی کل این میشه پنجا خب الان چیکار میکنیم ما ارتفاع این نقطه رو میخوایم پس میگیم H برابر است با 100 سانتی متر که اینجا میم قرار میدیم 100 رو دو رو نداریم میخوایم به دست بیاریم H2 چنده باز H2 رو میایم اینجا H2 این ارتفاعشه از این نقطه تا بالا که میشود C سانتی متر خب اینجا میذاریم سی به جای اچ دو خب پس میگیم حالا رو دو میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول یعنی یک و هشته هم ضرب در صد تقسیم بر سی که حاصلش میشه ششده دهم گرم بر سانتی متر مکعب پس رو دو رو که نداشتیم به دست اومدیم خب حالا میریم سراغ شکل دوم تو شکل دوم هم باز دوتا تا نقطه همتراز داریم که میگیم رو دو اچ دو مساوی رو سه اچ سه اینجا مایه سومو هم اضافه کردیم خب رو دو که ششده همه چون اینجا به دستش آوردیم اچ دو مونم که سی بود رو سه که خودش گفته بود آبه چگالی آبم یک گرم بر سانتی متر مکعب ضرب دره اچ سه که اچ سه رو نداریم که میخوایم به دستش بیاریم میخوایم چقدر آب میخوایم بریزیم خب اچ سه میشه طرف معلوم ششده دهم ضربه در سی تقسیم بر ضریبمون که یک هست که در نهایت جواب میشه هجده سانتی متر آب ما ریختیم خب این ارتفاع آبه ولی ما ارتفاعش رو نمیخواستیم ما جرمش رو میخواستیم اونم بر حسب گرم خب ببینید ما الان ارتفاع آب رو داریم که تو لوله لوله که به شکل استوانه هستش و در نتیجه مساحت قاعده هامون که با هم دیگه فرق میکنن یکی کوچیک یکی بزرگه تأثیری بر روی جرم ندارن خب پس میگیم میگیم ام ما جرم رو میخوایم درسته برس به گرم میگیم ام میشه رو در وی خب رو رو که رو آبه به جای وی میذاریم ای ضرب در اچ که سمت راست لوله رو میخوایم قرار بدیم چون آب رو تو سمت راست لوله ریختیم آب روش یکه ای سمت راست که آب رو ریختیم 20 و اچ ارتفاعش هجده بود خب اچ سه اینجا این همون اچ همون اچ سه هست اچ ارتفاع آبه که هجده به دستش آوردیم که در نتیجه اممون میشه 360 گرم 20 ضرب در 18 ضرب در 1 میشه 360 گرم که مقدار آب و گزینه 3 اومده جوابش اونو به عنوان گزینه صحیح علامت میزنیم اما بریم سوال بعد گفته چی؟ گفته درون لوله ی یو شکل شیشه ای جیوه قرار داره و محل سطح آزاد جیوه را روی یکی از شاخه ها علامت گذاری می کنیم. خب، اگر به آرامی در شاخه دیگر آنقدر آب بریزیم تا ستون آب 27.2 و دو دوم سانتیمت بشه، سطح جیوه در شاخه مقابل از محل علامت گذاری چند سانتیمت بالا میره؟ خب دقت کنید ببینید این لوله شیشه یه که ابتدا جیوه داشتیم یه طرف شو علامت میزنیم میایم تو لوله سمت چپ آب میریزیم دقت کنید وقتی ما آب میریزیم تو لوله سمت چپ اگه اینجا نقطه علامت گذاری باشه آب به اندازه ایکسی که این ور میریزیم به همون نسبت از این ور چی میره؟ بالاتر میره خب حالا تو انقدر آب میریزیم تا ستونا 27 و 2 دهم سانتی متر بره پس ما اگر اینجا جیوه رو علامت گذاری کردیم وقتی 27 و 2 دهم سانتی آب میریزیم اینجا اینجا محل اولیه جیوه است وقتی آب 27 و 2 دهم سانتی متر میریزیم آب جیوه رو هل میده به سمت راست خب از ن... از حالت اولیه از خط اولیه جیوه به اندازه x پایین میاد پس در نتیجه از این ور وقتی به اندازه x پایین میاد از این ور به اندازه x چی میره؟ بالاتر میره. چون به همون اندازه جابجا جا میشه از خط اولیش چی میشه؟ تکون میخوره. خب. پس ما میایم روچه جیوه رو برابر روچه آب میگیریم. درسته؟ خب روی آب که ارتفاعش هم خودش گفته بود 27.2 سانتی متره. روی جیوه م و دهم سانتیمتره اما اچ جیوه میشه چقدر اچ جیوه رو ما نداریم اما اگه دقت کنی طبق شکل اینجا وقتی که جیوه به اندازه x جابجا میشه حالا نقطه تراز رو اگه در نظر بگیریم تا سطح جیوه میشه دو تا x. چون به همون اندازه حرکت کرده x به اندازه x رفته بالا میشه 2x کلا پس به جای h که ارتفاع جیوه هست دو x میذاریم و x رو به دست میاریم میگیم دو x میشه طرف معلوم یعنی یک ضرب در 27 و, هفت و دو تقسیم بر سیزده و دهم که برابر دو میشه پس x میشه دو دوم یا یک سانتی متر پس از محل علامت گذاری جیوه یک سانتی متر بالاتر خواهد رفت. و اما سوال بعد گفته در شکل مقابل فشار گاز محبوس چند سانتی متر جیوه است؟ خب پس بر فشار گاز و بر حسب سانتی متر جیوه میخواد. دقت کنید لوله یه لوله یو شکل داریم. این ورش بسته است لوله. این ورش بازه یعنی فشار هوا بر اون وارد میشه. اینجا هم جیوه داریم روی جیوه آبه و بالای آب اینجا یه گازیه که گاز محبوس هستش که ما فشار این گاز رو میخواییم پی سفر فشار هوارم داده 76 سانتی متر جیوه روی آبو داریم یک و روی جیوه 13 و 16 همه گرم بر سانتی متر مکعب اولین کاری که میکنی میای سطح همتراز همون کفایی ترازو که گفتیم فشار برابری دارن و زیرشون باید یک مایه جریان داشته باشه اون دوتا نقطه رو برای خودمون انتخاب میکنیم خب اینجا هم سطح از این نقطه سطح جیوه رو داده 15 سانتی متر خب پس سمت چپ آب فشار, فشار وارد میکنه سمت راست هوا پی به علاوه 15 متر جیوه بر این نقطه فشار وارد میکنه. این هم آب به اضافه گاز محبوس فشار وارد میکنه. پس میایم این دوتا کفه ترازو می نویسیم فشاراشون رو. سمت چپ فشار گاز محبوس به علاوه پی 13 و 6 دهم سانتی متر آب داریم. سمت راست پی فشار هوا و فشار 15 متر جیوه رو داریم. خب حالا چیزی که از ما میخواد فشار گاز بر حسب سانتی متر است. خب فشار هوا رو که داریم بر حسب سانتی متر جیوه فشار 15 سانتی متر جیوه هم که خودش بر حسب سانتی متر است. پس تنها چیزی که ما باید تبدیلش کنیم فشار 13 و 6 دهم سانتی متر آ بر حسب جیوه هستش همه رو که تبدیل کردیم به راحتی فشار گاز بر حسب سانتی متر جیوه به دست میاد خب پس بیایم فشاره 13 و 6 سانتی متر آب و تبدیل به جیوه کنیم که میشه همون ارتفاع گفتیم این اسم رو اچ ها برابر رو اچ جیوه رو آب یکه ارتفاع آب 13 و 6 دهم سانتی متر رو جیوه هم 13 و 6 دهم سانتی و اچ جیوه رو میخوایم چون میخوایم بس به جیوه بنویسیمش که اینجا اچ جیوه میشه یک سانتی متر درسته؟ خب پس اومدیم فشار 13 و 6 دهم سانتی متر آب تبدیل کردیم به سانتی متر جیوه که شد یک پس میگیم پی گاز میشه فشار هوا 76 سانتی متر جیوه است 15 سانتی متر جیوه هم فشارش میشه 15 منهای این فشار 13 و 6 دهم سانتی متر آب میاریم سمت راست پس علامتش منفی میشه بر حسب سانتی متر جیوه هم که به دست اومد یک که میشه برابر 90 سانتی متر جیوه اما سال بعد چی گفته؟ گفته در یک لوله استوانه ای به جرم های مساوی جیوه و آب ریختی. مجموع ارتفاع این دو مایه 73 سانتی حالا شما بگین فشار حاصل از این دو مایه در کف لوله چند سانتی متر جیوه است؟ روی آبم داده یک گرم بر سانتی متر مکعب روی جیوه رو هم داده سیزده و ششده دهم گرم بر سانتیمتر متر مکعب چهار تا گزینه به ما داده پنجده، 15 پونزده دوازده نیم که ما باید حل کنیم ببینیم, ببینیم کدوم جواب صحیحه خب ببینید چون گفته جرم های برابر دارن پس در نتیجه طبق رابطه رو مساویس با ام به روی وی که من واسطون نوشتم وقتی که ام ثابته این اماشون ثابتن خودش گفته جرم های برابر دارن. در نتیجه حجم و چگالی رابطه ی عکس دارن با هم دیگه پس اونی که چگالی بیشتری داره حجم کمتری داره سنگینتره و در پایین لوله قرار میگیره پس طبق شکل من نشون دادم پس جیوه میشه چگالیش بیشتره دیگه سیزده و شش ده ولی چگالی آب یکه پس حجمش کمتره و در پایین قرار میگیره آب روی اون قرار میگیره ما نمیدونیم هر کدوم ارتفاعش چنده اما میدونیم مجموع ارتفاع هر دو تا هفتاد و سه سانتی متره خب نکته دومی که باید بهش توجه کنیم اینه که چون که به علت اینکه جرم هر دوتا برابر بود نیروهای برابری هم وارد میکنن سطح قاعده هم که هر دوتا یکیه هر دوتا تو یک لوله با سطح مقطع یکسان قرار دارن در نتیجه پس فشاری که این ارتفاع از جیوه با این ارتفاع از آب وارد میکنه برابره پس می نیسیم پی آ برابر پی جیوه پی برابر رو جی جیه از دو طرف خط می‌خورن. روی رو آ بیه که ارتفاعشو نداریم روی جیوه سیزده و شش دهمه باز ارتفاعشو نداریم خب میگیم یک ضربه در H1 که میشه H1 برابر است با 13 و 6 دهم H2. خب حالا ما نه H1 رو داریم نه H2 رو. اما ما میدونستیم از توی صورت سوال اینو به ما گفته بود که H1 به علاوه H2 میشه 73 خب میایم اینجا به جای H1 میذاریم 13 و 6 دهم H2 اینو به دست آوردیم به علاوه H2 هم اینجا مساوی 73 پس 13 و 6 دهم H2 به علاوه یک H2 میشه 14 و 6 دهم h H2 برابر است با 73 پس H2 میشه طرف معلوم 73 تقسیم بر ضریبش که 14 و 6 دهمه که میشه 5 سانتی متر خب پس H2 شد 5 سانتی متر اینجا در ادامه ما گفتیم وقتی فشارش 5 سانتی متر جیوه است H2 به حسب سانتی متر جیوه ما گفتیم فشار برابری وارد میکنن هر دو مایه پس فشاری هم که آب وارد میکنه بر حسب سانتی متر جیوه میشه همون 5 ببینید ارتفاعش بیشتره ولی این ارتفاعش بر حسب سانتی متر جیوه نیست ما اومدیم H2 که خودش مایه جیوه است پیداش کردیم که فشار بر حسب سانتی متر جیوه باشه بعد یه نکته هم داشتیم گفتیم فشار دوتا برابره که علتشو توی نکته دوم بیان کردیم گفتیم چون جرم برابری دارن سطح قاعده هاشون هم برابره پس فشارشون هم برابره پس وقتی روح جیوه پنج سانتیمتر جیوه است روح آب هم پنج سانتیمتر جیوه است در نتیجه مجموع فشارشون بر حسب سانتی متر جیوه میشه پنج به علاوه پنج مساوی ده سانتی متر جیوه که گزینه دو جواب نهایی من هستش و اما بریم سراغ مبحث بعدی که از این سال حل کردیم اصل عرش میدوز هستش که اینجا براتون با چند سال بیانش میکنم خب گفته حجم جسمی ده سانتی متر مکعبه اگر جسمو به, بتا... به طور کامل در آب به چگالیه یک گرم بر سانتی متر مکعب فرو کنیم چه اندازه نیرو از طرف آب به آن رو به بالا وارد میشه جیم به ما داده 9.8 نیوتن بر کیلوگرم خب چهار تا گزینه داریم بریم حلش کنیم ببینیم کدوم گزینه جوابه این وقتی گفته حجم جسمی ده سانتی متر مکعبه وقتی که ما اون رو وارد آب میکنیم به طور کامل به اندازه ی حجم جسم آب جابجا میشه پس اگه بیایم وزن آب جابجا جا شده رو پیدا کنیم میتونیم نیروی عرشمیندوس رو حساب کنیم چون نیرو به حسب وزن به دست میاد خب میگیم F نیروی ارش میدوز برابر MG به جای M هم رووی میذاریم چون ما جرم جسمو نداریم حجمو داریم حجم و چگالی میتونن با هم به جای M جایگزین بشن خب رو رو آب یک گرم بر سانتی متر مکعبه حجمش هم ده سانتی متر مکعبه جی هم که ده نیوتون بر کیلوگرمه خب کیلوگرم اینجا باقی میمونه سانتیمتر متر مکعب با سانتی متر مکعب خط میخوره پس اینجا داریم چی بر حسب کیلوگرم میخوایم تبدیلش کنیم در نتیجه ضرب در ده به توان منفی سه شم میکنیم که تبدیل به کیلوگرم بشه پس میگیم اینجا باید بشه مقدارش یک ضرب در ده ضرب در ده ده به توان منفی سه که میشه 98 صدم نیوتون خب اما سال بعد گفته وقتی جسمی درون یک شاره به چگالی 800 کیلوگرم بر متر مکعب کاملا فرو میره پس این هم داره اصل عرش می دوست و بیان میکنه گفته وقتی که وارد شاره میشه وزنش 4.9 و دومه نیوتون کاهش پیدا میکنه خب حجم جسم چند سانتی متر مکعبه حجم جسمو از ما میخواد ما گفتیم در همچین حالاتی میایم اصل عرش میدوس رو مینویسیم اف مساوی ام جی و به جای ام رووی میذاریم چون اصل عرش میدوس بر اساس حجم جابجا جا شده از اون شاره هستش خب حالا ما نمیدونیم چی هستش این سیالمون ولی چه گالیش روش 800 حجمش رو میخوایم جی هم گفته نو و بگیریم تو صورت سال F. نیرو هم که 4 و 9 دهم نیوتونه پس وی میشه طرف معلوم یعنی 4 و 9 دهم ده تقسیم بر ضریب وی که 800 ضرب در 9 و 8 دهم که میشه 1600 بس متر مکعب اما سال بس به سانتی متر مکعب میخواسته از ما 1600 و ضرب در 10 به توان منفی 6 میکنیم میشه 625 سانتی متر مکعب اما بریم ادامه مبحثمون و چند تا سوال راجع به اصل برنولی هم حل کنیم که باهاش آشنا شده باشین ببینید این شکل اومده یه لوله یه نشون میده که لوله قطرش از چپ به راست کاهش پیدا میکنه این قطر ابتداش 20 سانتی 16 سانتی بعد شده 10 سانتی متر گفته با توجه به شکل اگه V1 دو متر بر ثانیه باشه یعنی اینجا ابتدای لوله V1 دو متر بر ثانیه باشه مقادیر V2 و V3 رو حساب کنید خب ببینید تو اصل برنولی وقتی میخوایم حساب کنیم پیوستگی وجود داره پس میگیم میتونیم اول بگیم A1 ای V1 در نقطه 1 برابر A2 V2 دو چون تو اصل برنولی سطح و سرعت سعت مقطع و سرعت واقعا برابرند در دو نقطه پس میگیم a1 v1 مساوی a2 v2 این ساعت مقتع گفته لول تو لوله است لولم که سعت مقتعش ای شکل میشه pi r1 به توان 2 ضرب در v1 مساویس با pi r2 به توان 2 ضرب در v2 عدد pi که از دو طرف خط میخوره r1 توجه کنیم این قسمت رو که به ما داده 20 سانتی متر قطر لول است حتما بعد بیایم ما اینجا شعاع و قرار بدیم دقت کنید پس وقتی قطر 20 شعاع میشه 10 ده, به توان دو ضرب به در وی به ما داده دو متر بر ثانیه خودش تو صورت سوال مقدارش رو داده a دو چنده a دو که شد پی آر دو آر دو قطر 16 سانتی متر پس میشه اینجا 8 8 به توان دو ویدو مجهولمونه ویدو میشه طرف معلوم ده ده تا صد ضرب در دو میشه دویز تقسیم بر زریبه مجهولمون که 8 هستش 8 8 تا 64 تا که ساده تر میشه به 8 ساده میشه میشه 25 هشتم متر بر ثانیه سرعت ویدو هستش حالا 20سه. برای ویسه هم میتونیم نقطه سه رو با دو بگیریم هم با یک فرقی نمیکنه چون گفتیم اصل پیوستگی معادله پیوستگی داریم در اصل برنولی خب ما اومدیم دوباره نقطه سه رو با یک گرفتیم اگه با نقطه دو هم بگیریم هیچ فرقی نداره باز همون جواب به دست میاد خب A1 V1 مساوی A3 V3 A1 میشه پی 2 دو پیش که طبق این این ای که گفتیم بال در دو طرف خط میخوره پس اینجا میشه آر یک به توان دو که آر یک ده هست به توان دو ضرب در V یک دوه مساویس با اینجا هم آر سه قطر دهه پس به جای آر پنج میذاریم پنج به توان دو ضربه در V سه پس 20 میشه طرف معلوم که میشه 10 ده ده تا تا 100 ضرب در دو 2200 دو تقسیم بر ضریبمون که 5 پنج تا پنج میشه 25 تا پس 20 میشه 2200 تقسیم بر 25 مساویس با 8 متر بر ثانیه پس سرعت در نقطه دو و نقطه سه با نوشتن معادله پیوستگی به دست اومد و ما سوال بعد گفته در شکل زیر مساحت کف مخزن 100 سانتی متر مربعه اگر داخل لوله و مخزن مایعی به چگالی 800 کیلوگرم بر متر مکعب باشه نیرویی که از طرف مایع به کف مخزن وارد میشه چند نیوتونه؟ خب شکل اگه دقت کنید یه مخزنه یه لوله یو شکل بهش وصله ارتفاع لوله که مایه درش جریان داره 30 سانتی متر و ارتفاع مخزن 20 سانتی متر. ببینید دقت کنید ارتفاعی که فشار وارد میکنه 30 سانتی ارتفاع بزرگه است چون ما کف مخزن رو تا سطح مایه میگیریم. خب پس میگیم فشار کف ظرف میشه چی؟ فشار کف ظرف میشه پی مساوی رو جی اچ. رو رو که به ما داده 800 جی نداده ده میگیریم اگه داده بود خودش 9 هشته هم نو هشته هم میذاریم ارتفاع چیه؟ گفتیم ارتفاع 20 رو در نظر نمیگیریم سی بیشترین ارتفاع رو در نظر میگیریم که از کف مغزن تا سطح مایعه. خب رو چگالی کیلوگرم بر متر مکعب بود جی ده نیوتون بر کیلوگرم بس ارتفاعم هم متر میذاریم سی سانتی متر رو تبدیل به متر میکنیم میشه سه دهم متر پس فشار میشه 2400. پاسکال خب این فشاره اما ما فشار رو نمیخواد نیرو از ما میخواد F که میشه P در A خب P 2400 A چنده؟ گفته سطح مقطع مغزن 100 سانتی متر مربعه که باید تبدیل به متر مربعش کنیم پس میشه 100 ضرب در 10 به توانه منفی چار چرا منفی چار چون متر مربعه پس ده به توان منفی دو که واسه تبدیل سانتی متر به متر تبدیل میکنیم و می نویسیم و به توان دو می به خاطر اینکه متر مربع هست خب متر مربع و متر مربع خط میخوره جواب میشه 24 نیوتون که در گزینه دو جوابمون مشخص شده اما بریم سوال بعد سال بعدو کاملا با توضیحش بیان میکنم اون دقت کنید چی گفته به ما سوال و چی از ما خواسته گفته مطابق شکل زیر ظرفی با سطح مقطع A1 بر روی زمین قرار داره ظرف رو نگاه کنید سطح مقطع a یکش روی زمینه 20 سانتی متر ارتفاع قسمت پایینه 10 سانتی متر قسمتی که مایه جریان داره این ظرفم درش بسته است A2 سطح مقطع بالاش هم چهله خب قسمت بالاش هم ارتفاعش رو کلا داده 20 سانتی که 10 سانتیمتر متر مایه توش جریان داره ارتفاع مایه هم تو این قسمت که پره خب 20 سانتی متر به اندازه ارتفاع خود این قسمت پایین ظرف اگر ظرف را کاملا برعکس کرده و از طرف مقطع A2 روی سطح صاف قرار بدیم یعنی کاملا برعکسش کنیم نیرویی که در این حالت بر کف ظرف وارد می شود چند برابر نیرویی که در حالت قبل به کف ظرف وارد میشه پس ما باید نیرو رو در دو حالت یکی در این حالت که شکل رو می بینین حساب کنیم دوم در حالتی که ظرف رو برعکس می کنیم هم حساب کنیم بعد نسبت رو میخواد از هم ببینید من شکل رو کشیدم اینجا اول حالت یک رو به دست بیارم تو حالت یک ارتفاع مایه کل چقدره؟ 20 سانتی متر تو قسمت پایین داریم 10 سانتی متر بالا کلا ارتفاع مایه 30 سانتی متره پس نیرو که وارد میشه میشه پی در آ خب پی میشه رو جی اچ رو و جیو که نداریم اچ که گفتیم 30 سانتی متر ای هم سطح مقطع ظرف صده خب رو جیو نمیذاریم نداریم اصلا رو جی چنده خب همینجور میذاریمش پس این حالت یک بریم در حالت دوم که ظرف رو برعکس کردیم و از سطح مقطع کوچیک قرارش دادیم ببینیم چه میشه ببینید وقتی ظرف رو برعکس میکنیم ده سانتیمتر آب که اول این قسمت بود میفته تهش خب ده سانتیمتر فضای خالی داشتیم که با این آبی که کفشه میاد پر میشه اون 20 سانتی متر آبی که اینجا داشتیم یه مقدار میاد پایین تر چرا؟ چون ازش رفته جایگزین فضای خالی شده چقدرش باقی میمونه؟ ما باید اینو حساب کنیم این که نشتم 16 سانتی رو من از روی خودم ننوشتم حساب کردم ببینم وقتی این میاد پایین چند سانتیمتر باقی میمونه تو این قسمت بزرگتر ظرف بعد حساب کنیم به ازای 10 سانتی که اینجا رو پر کرده چقدر از این قسمت بالا کم شده میگیم حجم آب که ثابته تغییری نکرده وقتی که ظرف رو برعکس کردیم به همون اندازه آب توی ظرف مونده که در حالت قبل حالت اول که روی سطح مقطع بزرگترش بوده وجود داشته پس میگیم A2 H2 برابر A1 H1 A2 که دهه H2 چهله A1 صده H1 رو نداریم خب حالا میگیم اینجا پس میگیم چی شد ای 2 رو گذاشتیم 40 اچ 2 ده و ای 1 صد اچ نداریم اچ میشه طرف معلوم که میشه 40 تا 400 تقسیم بر 100 میشه 4 سانتی متر پس ارتفاعی که خالی شده از این قسمت 4 سانتی خب سطح ابتدا کل اون 20 سانتی متر بود 4 سانتی متر که ارتفاع خالی شده خالیشو ازش کم کنیم 16 سانتی متر آب داخل این قسمت مغزن باقی میمونه پس F2 میشه چی؟ F2 میشه باز P در A P هم میشه رو H ضربه در A خب رو جی ارتفاع A میشه چقدر؟ میگیم 10 سانتیمتر اینجا داریم 10 سانتیمتر هم بالا 16 سانتیمتر هم اینجا باقی میمونه که کلا میشه 36 رو جی سی و شیش ضرب در ای هم که ای دوی که چل سانتی متر مربعه و تو صورت سال به ما داده خب حالا میم اف دو رو به روی اف یک گفته بود نیرویی که در حالت دوم وارد میشه یعنی اف دو چند برابر اف یکه پس اف دو رو بالا می نویسیم اف یک رو پایین خب رو که تو دوتا مشترکم چون یه مایه جریان داره خطش میزنیم بالا میمونه سی و شیش ضربه در چل پایین F1 میمونه C ضرب در 100 36 ضرب در 40 تقسیم بر 3000 میکنیم حاصلش میشه 48 100 که گزینه دو فکر میکنم بود بله جواب و علامت میزنیم و اما سوال بعد گفته استوانه ای به سطح قاعده یک صدم متر مربع در راستای قائم و به طور کامل درون مایعی به چگالی یک و دو دهم گرم بر سانتی متر مکعب قرار داره. اگر اختلاف اندازه نیروهای وارد به دو قاعده از دو طرف مایع 60 نیوتون باشه، ارتفاع استوانه چند سانتی متره؟ خب. ما چی به ما داده؟ گفته اختلاف اندازی نیروها 60 نیوتونه میگیم ابتدا اف که میشه پی به روی آ. به جای پی هم رو جی اچ میذاریم در آ. حالا در دو حالت باید ما این نیرو حساب کنیم اف 2 که میشه رو 1200 چگالی یک و دو دهم داده گرم بر سانتی متر مکعب ضرب در هزارش کردیم که شده کیلوگرم بر متر م... بر متر مکعب که میشه 1200 جی هم ده ضرب در اچ دو رو نداریم در آ اف یک میشه چی؟ اف یک میشه هم رو 1200 در ده اچ یک در آ خب حالا ما اف دو رو میخوایم منهای اف یک کنیم میگیم ما اختلاف دوتا رو داریم که میشه 60 اینجا اگه بیم 1200 ضرب در ده اچ دو ای و منهای 1200 در ده اچ یک ای کنیم 1210 ثابت H2 من های H1 A هم که ثابت یک صد میذاریم پس در نتیجه میگیم مقدار ما H2 من های H1 اختلاف ارتفاع رو میخواییم دیگه میگیم H2 من های H1 میشه طرف معلوم که 60 تقسیم بر زری به این پرانتز که میشه 1200 ضرب در 10 ضرب در یک صدم که حاصلش میشه 50 سانتیمتر تو سوالم ارتفاع استوانه رو به حسب سانتیمتر خواسته که میشه اختلاف این نیروها اخت ارتفاع استوانه به حسب سانتیمتر به دست میاد پنجا و اما سوال بعد گفته در شکل زیر اگر رو یکمون چگالی مایع یکمون دو گرم بر سانتیمتر مکعب باشه رو دو گرم بر سانتی متر مکعبه این دو تا مایه داده که در تعادل قرار گرفتن ما باید بیایم نقطه های همطراز و که زیرشون یه مایه بازم تاکید میکنم حتما باید زیرشون یک مایه جریان داشته باشه رو انتخاب میکنیم که این دو نقطه قطعا هم فشار هستن اسم نقاط رو n و m گذاشتن پس pn برابر است با pm در نقطه N فشار چیه؟ فشار مایه دو رو داریم رو جی اچ دو به علاوه فشار هوا. سمت راستم رو جی 1 یک مایه یک به علاوی پی سفر. خب جی ها که هم اندازن از دو طرف خط میخورن پی سفر را هم خط میخورن. رو دو رو نداریم ولی ارتفاع مایه دو از نقطه N تا 100 متر سانتیمتره. مساویس با رو یکم. که دو داریمش مقدارشو اچ 1 24 سانتی متره پس به راحتی اینجا مقدار روی دو به دست میاد طرف معلوم دو ضرب در 24 میشه 48 تقسیم بر سی میشه 1 و 6 دهم گرم بر سانتی متر مکعب بچه چرا این میگیم گرم بر سانتی متر مکعب خب ما وقتی اون یکی چگالی رو بهمون داده دو گرم بر سانتی متر مکعب قرارش میدیم در نهایت چگالی این ورن به همون واحد در میاد چون دو طرف با هم دیگه هم ترازن بعد اگه از ما طبق یه واحد دیگه جواب رو میخواست بعد از اینکه جواب صحیح رو به دست آوردیم تبدیل واحد داریم همون تبدیل واحد هایی که کلی روشون روی فصل اول توی آموزشش کار کردیم و کاملا بلدش هستیم اما بریم سال بعد گفته در شکل زیر ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسانه. خب اگر چگالی آب و روغن به ترتیب یک و هشت دهم گرم بر سانتی متر مکعب باشه اختلاف ارتفاع آب و روغن چند سانتی متره به این جیوه است گفته جیوه دو طرف یکسانه ارتفاعش یعنی این خطا این ور آب وجود داره این ور روغن حالا گفته تو این دو تا ستون اختلاف ارتفاع آب و روغن که با دی نشونش دادم چقدر این مقدار دیو از ما میخواد خب اینجا سال خودش اومده راهنمایی کرده گفته جیوه دو طرف یکسانه پس نقاط ترازمون میشن دو طرف سطح جیوه که زیرش هم همش مایه جیوه هست که میگیم پی نقطه ان برابر است با پی نقطه ام پس رو جی اچ برابر رو جی اچ که جیار هم دیگه ننوشتیم چون یک سانن خط میخورن خب مایه یک رو یک آب یک ضربه در ارتفاع آب 20 سانتی متره اینور رو دو هشته همه روغن به علاوه اچ دو که اچ دو میشه از اینجا تا بالای دی ما اینو به دست میاریم این تیکش رو که 23 به اندازه روبرو کم میکنیم که دی ما به دست بیاد خب اچ دو اینجا به راحتی به دست میاد میشه یک ضربه در 20 تقسیم بر 8 که میشه 25 سانتی پس اختلاف آب و روغن میشه 25 منهای 20 که میشه 5 سانتی متر خب سال بعد چی گفته؟ گفته مطابق شکل زیر درون یک لوله ی یوشک مقداری جیوه وجود داره و سپس مقداری آب در شاخه سمت چپ میریزیم اگر در سمت راست لوله شروع به ریختن الکل کنیم در لحظه ای که سطح جیوه در دو طرف لوله در یک تراز قرار میگیرد ارتفاع الکل چند برابر ارتفاع آبه خب چگالی جیوه و الکل و آب و هم به ما داده بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب خب بینه خودش گفته بعد از اینکه در لحظه ای که سطح جیب در تراس قرار میگیره یعنی لحظه ای تعادل رو داره میگه این سوال برخلاف اینکه شاید ظاهر سختی داشته باشه اما خیلی آسونه لحظه ی تعادل رو میخواد پس میگیم رو اچ آ برابر رو اچ الکل میشه چون جیوه در دو طرف سطحش برابر میشه این ور و این ور پی دو نقطه رو در نظر میگیریم خب گفته ارتفاع الکل الکل اچ دو چند برابر ارتفاع آبه که اچ یکه که نسبتاشون میشه رو یک به رو دو رو یک رو داریم یک رو دو رو داریم هشت جواب میشه یک ممیز بیست و پنج به همین راحتی با قرار دادن دو نقطه ترازه آب و الکل و جای گذاریشون جوابمون به دست میاد و اما ادامه سوال ها میریم سراغ سؤال بعد با توجه به شکل زیر اگر مایع ها در حال تعادل باشند x چند سانتی X چیه؟ X ارتفاع مایه قرمز رنگ در لوله است که روش رو به ما داده 8 هم. روی یکم که احتمالا آبه روش یک گرم بر سانتی متر مکعبه. دقت کنید این لوله همون 90 درجه هست. این زاویه رو داده 37. پس خودمون زاویه سمت چپ رو به دست میبینید. ببینید این 37 این 90 لوله. پس 180 منهای 37 به علاوه 90 میشه 53. خب. باز میایم دو تا نقطه همتراز میگیریم نقطه M و نقطه N دقت کنید چون x طول x مون به صورت شیب داره ما باید زاویه رو از طریق سینوس این زاویه ها حساب کنیم ببین اگه این نقطه رو h در نظر بگیریم که بخوایم از طریق سینوس x رو به صورت مثلث حساب کنیم طول این لوله رو که داده 13 سانتیمتر پس میگیم 13 تا میخوایم اینو حساب کنیم میگیم 13 تا سینوس 37 درجه سینوس 37 درجه رو حساب کنیم ضرب در 13 کلا میشه 7 ممیز 8 سانتیمتر. ببینی این زل مقابل این 13 سانتیمتره. پس این زاویه عمودی میشه 13 تا سینوس 37 درجه که میشه 7 تا 8 دهم ده خب اینو اگه اچ بگیریم این تیکه هم میشه 7 تا 8 دهم ده منهای اچ کلش 7 تا 8 دهم این تیکه اچ که روبروی روی زاویه ایکس یعنی زل قائمه ایه. این مسلس فرضی رو در نظر بگیریم میسازه پس پایین میشه 7 تا 8 دهم ده منهای اچ اگه رو رو در نظر بگیریم این ور زاویه 53 درجه است پس کل این ارتفاع قرمز میشه چند تا سینوس 53 درجه ارتفاع اینم هم نوه میشه 9 تا سینوس 53 درجه که میشه 72 و دو دوم سانتیمتر پس کل این ارتفاع قرمز میشه 72 این تیکش هم که روبروی این تیکش میشه 78 و 8 منهای H خب بریم ادامه یه حل سوال میگیم پی فشار نقطه ام و نقطه ام با هم برابرند که میشه رو اچ ان مساوی رو اچ ام برای سمت چپ برای نقطه ان میگیم رو که یک اچ میشه چی؟ اچ میشه هفت و دو دهم یعنی کل این بریم ما این تیکه رو به روشو میخوایم میگیم کل این هفت و دو دهم من های هفت و دهم من اچ پس این تیکه میشه کلش که هفت و دو دهم من تیکه پایینش که برابر تیکه روبرو و هفت و دهم من اچ اج مساویس با سمت راست رو هش دهم مایه قرمز رنگ اچش چنده اچش رو میخوایم به دست بیاریم اچ میشه این تیکه درسته پس میایم میگیم اینجا یک ضربه در هفت و دو هم. میشه هفت و دو هم. منهای هفت و هشت هم. به علاوه اچ چون منفی در منفی قبل از اچ ضرب میشه و میشه مثبت سمت راستم که داریم هشت ده اچ خب اچ ها یه طرف عدد ها یه طرف اینجا داریم چقدر هفت و دو هم. منهای هفت و هشت هم. اینجا هم هشت ده اچ منهای ده. یک اچ میاد اینور. کلا میشه منفی دو ده اچ. خب. اینجا هفت و دو دهم منهای هفت و هشت دهم میشه منفی شیش دهم منفی از دو طرف میرن اچ میشه 6 دهم تقسیم برای دو دهم که میشه سه پس اچمون شد سه سانتیمتر حالا ایکسمون میشه چی؟ ایکس میشه زاویه مقابل به مجاور خب این وتر دیگه ایکس وتره میشه زاویه مقابل که همون اچ سه به بخشی مقابل که سه به روی سینوس سی و هفت درجه که میشه این زلش سینوس سی 30 درجه رو حساب میکنیم 3 تقسیم بر سینوس سی 37 درجه میشه 5 سانتیمتر که طول مایه قرمز در لوله است که همون x که شد 5 سانتیمتر اما سوال بعد چی گفته؟ در شکل زیر اختلاف فشار نقطه A و فشار هوا چند کیلو پاسکاله؟ یه مخزن داریم یه لوله یه یو شکل بهش وصله نقطه آن رو در نظر بگیریم که به مایه آب در اون جریان داره و این ور جیوه ما باید دو تا نقطه هم سطح N و M رو در نظر بگیریم و بنویسیم فشاراشون با هم برابرن خب در نقطه N ای فشار چیه؟ دقت کنید میشه فشار 60 سانتیمتر آب که میشه رو جی اچ به علاوه پیه A که تو مخزنه اما فشار در نقطه A میشه رو H در مال مایه قرمز رنگ که جیوه هستش به علاوی فشار هوا چون اینجا لوله باز هست و فشار هوا وارد میشه خب چیو از ما میخواد؟ فشار پیمانه ای یا اختلاف فشار نقطه A و P0 فشار هوا که میشه P A منهای P0 مساویس با روجی اچ جیب روجی اچ آب هم میاد سمت راست علامتش منفی میشه خب ما چه چیزی رو داریم؟ ما روجی اچ جی و رو داریم جیده روش و داده سیزده و که تبدیل میکنیم به کیلوگرم بر متر مکم میشه سیزده هزار و خب ارتفاع و چرا گذاشتیم؟ یک ببینید نقطه ام این تیکیه که میشه 60 سانتی متر که روبروی این مقدار آبیه 40 سانتی متر هم بالا داره کلا 60 و 40 میشه 100 سانتی و بر حسب متر میشه 1 متر منهای های جی اچ آب روی آب هزاره جی دهه اچ آب چنده ارتفاع مایعی که روی نقطه N 60 سانتی متر که میشه 6 دهمه متر این مقدار اگه حساب کنیم حاصل میشه 130 هزار پاسکال اما تو صورت سوال اختلاف فشار رو بر حسب پاسکال از ما... کیلو پاسکال از ما میخواست پس تقسیم بر هزار میکنیم میشه 130 کیلو پاسکال و اما بریم سراغ حل آخرین مسئله از مبحث فشار و پرونده فصل فشار بسته بشه اینجا در این سوال یه مخزن A داریم که یه لوله یوشکل بهش وصله بالای مخزنه هم گاز وجود داره از ما فشار نقطه ایو خواسته روی آب روی جیوه را رو به ما داده بر حسب کیلوگرم بر متر مکب جیم به ما داده ده نیوتون بر کیلوگرم برای اینکه ما فشار نقطه آ رو حساب کنیم ما میگیم باید فشار دو نقطه همتراز و برابر هم قرار بدیم نقطه N و M که پیاشون با هم برابره پی نقطه N میشه پی 20 سانتیمتر ارتفاع A به علاوه پی نقطه A پی نقطه M میشه رو جی که ارتفاع 50 سانتیمتر مایه دقت کنید 20 سانتیمتر اینجا 30 سانتیمتر هم بالا میشه 50 سانتیمتر به علاوه پی سف فشار هوا خب ما مقادیر رو داریم به جز P آ که مجهولمونه می‌نجایگذین می‌کنیم روی ۱۵۰۰ جی ده ه اچ ارتفاعم گفتیم 20 سانتی متره روی نقطه N که میشه دو دهم ده به علاوه P A که مجهوله. سمت راستم داریم روی جی به سیزده ازار و ۳۰۰۰ و ۶۰۰ ضرب در 10 ضرب در ارتفاعم گفتیم 50 سانتی متره تبدیل به متر می‌کنیم میشه 5 ده هم. به علاوه فشار هوا هم که ده به توان 5 پاسکال، پس پی ای میشه چقدر؟ میشه این مقدار به روی هزار ضرب در ده ضرب در دو دهم توجه کنید باید اینو منهای این مقدار کنیم که در نهایت جوابمون میشه 166 کیلو پاسکال ببینیم من پی ها رو گذاشتم یه طرف این ده به توان پنج رو حساب کنیم این به علاوه این مقدار شده مقداره پی آ هم به علاوه این مقادیر قبل شده ضرب نشده پس تو حساباتون به این نکات دقت لازم رو داشته باشین تا پی آ به طور صحیح به دست میاد که عدد 166 کیلو پاسکال هستش و گزینه سه گزینه صحیحمون هست در این جلسه آخرین نکات و آخرین سوالات باقی مونده تست های باقی مونده از مبحث فشار خدمت شما گفته شد امیدوارم که نهایت استفاده رو از این ویدیو ها برده باشید و استفاده کنید این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است